سلام خدمت همراهان همیشگی سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت، من الهام جزایری هستم. امروز در خدمت خانم سما کلینت عزیزمون هستیم. ایشون با ویزای 491 وارد خاک استرالیا شدن، اخیراً هم وارد خاک استرالیا شدن و میخوایم یه مقدار از تجربیاتشون استفاده بکنیم. سلام خانم سما. سلام، وقتتون بخیر باشه خانم جزایری و من هم به تمام دوستانی که این ویدیو رو میبینن سلام عرض میکنم. ممنونم از شما، متشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. خانم سما، میخواستم یه مقدار راجع به پروسه مهاجرتتون در ابتدا با هم دیگه صحبت بکنیم. اینکه کلن چقدر طول کشید، کی شروع کردیم پروسه رو، چه چالشایی در طول پروسه داشتید، بحث در واقع یادگیری زبان و گرفتن نمره زبان و بقیه موارد رو اگر که یه توضیحی برای ما بدید ممنون میشم. بله حتما. من فکر میکنم که اواخر آذر ماه سال 98 بود که دیگه تصمیمم رو گرفتم و دی ماه 98 با شما در واقع شروع کردم پروندم و اما متاسفانه به خاطر کرونا که خیلی زود سر و کلش پیدا شد و منی که از قبل تنبلی کرده بودم و مدرکم از دانشگاه نگرفته بودم هی معطل مدرکم شدم و در نهایت مهر ماه 99 تمام مدارکم رو تونستم کامل کنم و فرستادیم برای اسسمنت. در واقع عنوان اسسمم هم میوزیک تیچر بود به خاطر اینکه لیسانسم موسیقی بود از دانشگاه تهران مرکز و خب سابقه کارم هم توی زمینه موسیقی بود و فکر میکنم که بعد از حدوداً یک ماه، تازه فست ترکم نبود اما تو کمتر از یک ماه، یعنی اوایل آبان 99 اسس مثبت من اومد و بعدش هم من اسفند ماه 99 تونستم برم ترکیه برای آزمون PTE. راستش رو بخواین خیلی شرایط عجیب و غریبی بود به خاطر اینکه واقعا به خاطر کرونا خیلی یه سفر خیلی کوتاه به ترکیه خیلی سخت‌تر از همیشه شده بود، مخصوصا اینکه خب همه میدونن که نمیتونیم کارمونم استاپ بکنیم یا این وسط بریم 3 هفته 4 هفته باید خیلی فشرده باشه که امتحانم رو دادم و بعدم تابستون 1400 امتحان ناتی دادم و دیگه کاری نداشتم که انجام بدم، کلن منتظر شدم و آبان 1401 دعوتنامه اولم اومد که کاراشو انجام دادیم و دعوتنامه دوم همون حدودا بود، خیلی طول نکشید و از دعوتنامه دوم تا گرانت شدن ویزام فکر میکنم کلن 63-64 روز زمان برد. 9 فوریه ویزام. بله خیلی کوتاه بود پروسه، خیلی کوتاه بود و 9 فوریه در واقع ویزای من گرانت شد و من 13 اپریل باز خیلی زود بلیطمو گرفتم و اومدم. به سلامتی. فقط چند تا سوال از حضورتون دارم. یکی که اولین باری که آزمون PTE رو دادید همون دفعه اول 65 پلاس رو گرفتید؟ من همون دفعه اول 65 پلاس رو گرفتم و اصلا 65 پلاس هم میخواستم، منتها اوورال هم شده بود 87 از 90 و اینجوری که 90 87 86 یه رایتینگ هم شده بود 78. درسته. راستش با تکنیک آشنا نبودم، وایسادم یه امتحان دیگه دادم باز رایتینگ هم شد 78 و اونجا به این نتیجه رسیدم که درسته که زبانم خوبه اما باید معلم میگرفتم برای این بخش و خوبه که واقعا آشنا باشیم به تکنیک‌های آزمونی که می‌خوایم بدیم. یعنی اصلا رفتی به این نداره که چقدر زبانمون خوبه ضعیفه بده، باید با تکنیک‌های این آزمون آشنا باشیم و همین، وگرنه اون امتیازی که می‌خواستم و همون دفعه اول گرفتم. درسته، خیلی عمالی. بعد این که دعوتنامتون از کدوم ایالت بود؟ دعوتنامه‌ام از ایالت SA بود، منم در واقع مستقیم اومدم به شهر ادلید اینجا. بسیار همالی. الان یعنی تقریبا حدود 6 ماه هستش که در استرالیا هستی.
بله الان 6 ماه. خیلی عالی. خب یه مقدار برامون تعریف بکنید از زمان ورودتون به استرالیا، به نظرتون چه چالش هایی رو باهاش مواجه شدی توی بحث حالا عملا دو تا موضوع خیلی اصلی وجود داره دیگه، یکی بحث شغل، یکی مسکن. بله. یه مقدار برامون توضیح میدین که به چه صورت بود؟ بله حتما حتما. من از شانس خوبم یه سری دوستایی داشتم که پیش از من این پروسه رو پیش رفته بودن، به من معرفی کردن کانال ها و لینک هایی رو که بتونم از طریقش با یه سری دوستان ایرانی که از قبل اینجان در تماس باشم، ازشون اطلاعات بگیرم، چون واقعا برای گرفتن خونه اول خب اینجوری نیستش که ما از راه دور بتونیم هماهنگ کنیم و یه خونه اجاره کنیم، یا شاید برای خیلی از ما ایرانی ها که خب تومنمون رو تبدیل کردیم به دلار خیلی آسون نباشه که بخوایم یهو دو هفته Airbnb بگیریم، هتل بگیریم. من از طریق همین گروه های تلگرام که برای ایرانی های اینجاست با یه خانومی آشنا شدم و خب خیلی هم حمایتگر بود. من تونستم که در واقع باهاش صحبت کنم که برای دو هفته بخوام بمونم پیشش و اگر که در واقع از شرط راضی بودیم بخوایم که تمدید بکنیم این قرارداد رو، که من در نهایت حدود دو ماه خونه رو باهاشون شیر کردم و این خیلی برای من مفید بود برای اول راه، به خاطر اینکه برای گرفتن کارت بانکی برای باز کردن حساب خب اینجوری نیستش که ما بتونیم بریم همونجا با پاسپورتمون حساب باز کنیم کارتو به ما بدن همونجا، یا اینکه بگیم میشه من بیام هفته دیگه که کارت آماده شد بگیرمش، خب اینطور نیستش، حتما از همون یه آدرس ثابت میخوان که کارت رو به اونجا پست بکنن. بله. بنابراین خیلی مفیده که ما یه آدرس ثابتی بتونیم همون اول راه پیدا بکنیم. باز کردن حسابم واقعا خیلی ساده است، حتی لزومی نداره که از همون اول سیم کارت داشته باشیم، اما چون که همه اول میان دوست دارن و خیابونای اصلی شهر رو بچرخن، خب ادلیدم یه خیابونی داره به اسم راندل مال که من همون اول اومدم و اونجا چرخ زدم، همونجا سیم کارتم رو گرفتم، همونجا رفتم توی بانک کامنولث سوالامو پرسیدم ازشون، با پاسپورت برای من حساب باز کردن، من نرخ بیرون رو چک کردم و نرخ اون روز در واقع بانکو هم چک کردم، دیدم همونجا میتونم که در واقع دلار آمریکامو تبدیل کنم به در واقع دلار استرالیا، چون اینجا نمیتونیم دلار آمریکا خرج کنیم اصلا، هیچ جا قبول نمیکنن دلار استرالیا یا نیوزیلند، که همونجا من دیگه توی بانک چنج کردم و که دیگه پول نقدم همراه هم نداشته باشم، یه مقداری برداشتم تا حالا بخواد که در واقع کارتم بیاد، که اونم باز درست. نیاز نبود، چون از طریق اپلیکیشن میتونستم که هر موقع بخوام از طریق باجه ها پول برداشت کنم، اما متاسفانه تا کارت بانکیمون نیاد نمیتونیم که از تاکسی های اوبر و امثالش استفاده بکنیم، چون حتما درست. باید یه کارتی توشون وارد شده باشه، اینم یه نکته مهمیه. بعد یه ده حدوداً یه ده روز بعدم کارت بانکیم اومد و دیگه آسون شد شرایط. از همون فکر کنم یکی دو روز اول راه هم من برای فکر کنم فردای روزی که رسیدم یا شاید حالا دو روز بعدش برای مدیکر هم اقدام کردم، توی سایت یه عالم مدارک داره که باید آنلاین پرش کنیم، اونا رو پر کردم و TFN هم رو درخواست کردم. TFN خب اینجا خیلی مهمه، تکس فایل نامبر، برای اینکه اون کد مالیاتیمون رو داشته باشیم. من چون خیلی مستر بودم خیلی زود برم سر کار و اون خب یه ماهی زمان میبره برای اینکه بخواد در واقع برامون ارسال بشه از طریق پست. من هم اول TFN رو هم اقدام کردم و همون حدودا 28 روز یه ماه طول کشید تا اون اومد، که دیگه نگرانیشو نداشتم و راستشو بخواین از کارتای شناسایی ایرانیم هم علل خصوص عکس پاسپورتم خیلی بیزار بودم، دوست نداشتم هر جا میرم اونو نشون بدم، واسه همین خیلی زود گفتم بذار برم همون یکی دو روز اول برم کارت پروف آف ایجم هم بگیرم، یه کارت شناسایی مثل کارت ملی ما با عکس، که خب همه جا به دردمون میخوره، از پاسپورتم واقعا اینجا به درد بخورتره. آنلاین درست. نمیتونستیم براش اقدام کنیم ماها که سیتیزن نیستیم، ولی حضوری راحت میتونستیم بریم سرویس استی و با $25 بگیریمش و از شر اون عکسای عجیب و غریب کارت خودمون راحت بشیم. خیلی بعد بله اینجوری. حالا در مورد کارم
اگه فرصت داشته باشیم من بگم. بله بله حتما حتما من در خدمت شما هستم. حتما. من چون که کارم در زمینه یه در واقع آموزش به کودک بود، اینجا خیلی وقتی بحث کار کردم با بچه ها میاد وسط، خیلی حساسیت میره بالا. از همون اول یه سری مدارک میخواستن، مثلا اولین چیزی که میخواستن یه دونه working with children check بود که اصلا هیچ بحثی توش نبود. تا شما اون چک رو نداشته باشی و مثل یه پلیس چک میمونه یا گواهی عدم سوء پیشینه ما، حالا یه ذره دقیق تر اون باید میگرفتمش. من برای نصف همون اول براش اقدام کردم، یه ذره زمان میبرد صادر شدنش. روی لینکدین هم همون اواخر که ایران بودم یه ذره کار کردم، سعی کردم که توی سایت سیک، یه سایتی هست SEEK که برای در واقع کاریابی تو استرالیا، سعی کردم اونو توش خیلی چرخ بزنم، به خاطر اینکه با عناوین شغلی که من اینجا میتونستم در واقع توش مشغول به کار بشم آشنا نبودم. سعی کردم بگردم پیدا کنم اون کلید واژه ها رو که ببینم اصلا من چه کارهایی میتونم اینجا بکنم، چون من 9 سال آخر کارم در واقع رشتم که خب موسیقی بود لیسانسم، بعدم 9 سال آخر کارم توی آموزشگاه پارس مشغول در واقع آموزش به بچه ها بودم، بنابراین میدونستم باید در زمینه آموزش به بچه ها باشه، منتها نمیدونستم عناوین شغلی اینجا چیه. اما چون میگم خیلی مصر بودم از همون اول برم سر کار، یه رزومه خیلی خوب و درسته سایی برای خودم درست کردم، یه کاور لیدر نوشتم. اینجا کاور لیدر خیلی مهمه، یه جورایی یه نامه یه که مثلا باید با توجه به هر عنوان شغلی که میخوایم براش اپلای کنیم بنویسیمش، یعنی نمیتونیم یه کاور لیدر داشته باشیم کلا پس همه رزومه هایی که میفرستیم همون هم بفرستیم، در واقع این باید مختص هر جایی باشه که براش میخوایم رزومه بفرستیم. اینا رو آماده کردم خیلی سریع و لینکدین هم که بود. آوتکام لیدر هم خیلی راستش چیز مهمیه اینجا، به خاطر اینکه ما خب اول که میایم من نمیتونم مدارک ترجمه شده بچلرم رو بدم بگم این خب این ثابت میکنه که من حالا بچلر دارم، یه ذره براشون عجیب غریب میاد این چه فرمتیه این چیه. واسه همین من اون کار اولمو در واقع برای اینکه بهشون بگم که من این مدرک رو دارم و ایوالیویشنش میشه این، براشون کاور لدرم رو فرستادم، ببخشید براشون آوتکام لدرم رو فرستادم که خیلی راحت هم در واقع رفع ابهام شد و مشخص شد براشون. همون اول سعی کردم که از طریق سیک بخوام بفرستم رزومه‌مو برای جاهای مختلف. اولش یه کار کژوال گرفتم توی همین زمینه ایژوکیشن و بعد از 2 ماه هم که یه ذره اعتماد به نفسم بیشتر شد، به خاطر اینکه لهجه اوزی واقعا لهجه شیرین اما سختیه، یعنی ما خیلی سعی کرده بودیم که روی لهجه آمریکاییمون کار کنیم اون موقع، بعدم گفتیم بریم یه ذره بریتیش و اینا بشنویم چون شبیه، ولی راستش شبیه هیچ کدوم از چیزایی که شنیده بودیم نیست. من روزای اول واقعا گیج بودم، چندین بار میخواستم از آدم‌ها تکرار کنن حرفاشونو، البته نه همه، خیلی ها اینجوری نیستن، اما خب مخصوصا اس ای و مخصوصا ادلید، شهریه که مثل ملبورن نیستش که از هر گروه و نژادی توشون همه جا ببینی، بیشتر آدم های اوزی میبینیم اینجا نسبت به حالا بقیه ملیت ها، بنابراین این برای من یه چالش بود اول مسیر که خب خیلی راحت، ولی به زودی آدم عادت میکنه به جریانش. که من بعد 2 ماه که احساس کردم حالا اعتماد به نفسش رو دارم و یه ذرم راستش باید مدارک باز جمع می کردم، کمک های اولیه اینجا مهم بود، یه سری چیزهای دیگه، و خب منم گشتم ثبت نام کردم که بخوام یه سرتیفیکیت 3 اینجا بگیرم، حالا شاید به دنبالش سراغ دیپلم هم برم، اما بدون اون سرتیفیکیت 3 خب من نمیتونستم که شغلم رو آپگرید بکنم. اونو که ثبت نام کردم، ولی از لحظه ثبت نام اون در واقع یه اینرولمنت لدر میدادن که دیگه با اون من میتونستم که برای یه شغل بهتر اپلای بکنم که خب فول تایم باشه، چون اون موقع این شرط ویزای ما رو بر نداشته بودن که در واقع بالای این قد حقوق باید درسته شرط درآمد داشت 491 درآمد داشت که خب منم میخواستم حتما کارم فول تایم باشه.
که کارم رو فول تایم کردم و یه روزم در هفته درس، که این شرط رو برداشتن. این شرط رو که برداشتن، من چون فول تایم رو تو 4 روز گنجوندن خیلی سختم بود. اینجا کار فول تایم هم بگم که با ما فرق داره، ما تو ایران 44 ساعت بودیم، اینجا 38 ساعت رو فول تایم حساب میکنن. با این حال چون گنجوندنش سخت بود توی 4 روز، دیگه شرط ویزا رو که شرط درآمد رو که برداشتن از ویزا، من کارمو کردم 32 ساعت و الانم توی یه در واقع ارلی لرنینگ سنتر مشغول به کارم. نمیشه گفت دقیقا اون کاری که ایران داشتم، چون نمیتونیم اونقدر محکم بگیم من دقیقا میخوام کار ایرانم رو کنم. من توی ایران معلم موسیقی بودم، اما اینجا خب معلم در واقع بچه ها توی یه مرکز آموزش در واقع در سالهای اولیم که بچه ها خیلی کوچولو هن. اما همچنان برام یه رزومه مثبته تا بخوام قدم بردارم به سمت کار تخصصی خودم. من اینجا نوشته بودم که در مورد ادلیدم یه ذره بگم. حتما اگه وقت داشته باشیم. من خودم توی بندرانزلی بزرگ شدم، یعنی دنیا اومدم بزرگ شدم تا 18 سالگی. بنابراین این آرامشی که ادلید داره برای من خیلی خوشاینده، کنار اقیانوس، آفتابی. البته نه همیشه، زمستون خیلی سختی بود. بیتاروف به من گفتن، من واقعا اینجور بودم که خب دیگه داریم میریم استرالیا و برداریم دیگه لباس شنا و اینجا رو برداریم که دیگه کلن آفتابی و گرمه. و خب حقیقتا هم به خاطر وزن چمدون نمیتونستم خیلی لباس زمستونی بیارم، اما نه تنها خیلی نیاوردم، بلکه اصلا با اعتماد به نفس گفتم سردم که نمیشه دیگه، حالا سردم شد این یک آپشن هست. و واقعا یخ زدم، واقعا یخ زدم. پاییز و زمستون خیلی خیلی سردی داشت ادلید. و منم همون اول که اومدم یه سفر رفتم ملبورن و واقعا 7 روز طوفانی رو توی ملبورن سفری کردم. مجبور شدم دیگه لباس بخرم و کلا و دستکش و شال گردن و واقعا ما انتظارم فرق داشت، طوری که وقتی یه هفته رفتم بریزبین از سفر اومده بودم، بچه ها میگفتن که خب چطور بود؟ میگفتم خیلی هواش خوب بود، خیلی گرم بود، من خیلی خوشم اومد. یعنی فقط از هوا میگفتم انقدر که اینجا سردم شده بود. اما با این حال اینجا برای من که انزلی بزرگ شدم خیلی خوشاینده، هرچند که 12 سال آخر ایران بودنم و تهران بودم، اما با این حال خب بی تاثیر نبوده اون سال اول. اما خب میبینم که تفریح و خوشگذرانی خب به اندازه شهرهای بزرگترش نیست، هرچند اینجا به لحاظ وسعت خیلی بزرگه، اما خب جمعیتش پایینه نسبت به ایالت‌های دیگه. مسافت‌ها توش واقعا طولانیه، طوری که من روی گوگل مپ می‌زدم میزد با ماشین الان 7 دقیقه، بعد میگفتم خب پس من پیاده میرم دیگه، میزدم میدیدم 56 دقیقه بعد پیاده روی کنم. هرچند که واقعا برای روزهای اول خیلی هم خوشایند، آدم میره شهر رو میبینه، مخصوصا این که توی ادلید خیلی به طبیعت و فضای شهری بها میدن و این خب خیلی خوشایند. آلودگی هم نیست، سر و صدا نیست اونقدر، و خب واقعا به نظر برای هفته های اول خوبه. اما بعد حتما برای سرکار رفتن آدم به ماشین نیاز پیدا میکنه، طوری که من همون هفته های اول نیازش رو دیدم و هر جوری شده ارزون‌ترین ماشینی هم که میتونستم پیدا کنم رو گیر آوردم و خریدم، چون واقعا نمیشد، مسافت ها خیلی طولانی بود. هرچند که حمل و نقل شهری خیلی فعاله، مخصوصا توی بخش CBD که مرکز شهر رو در واقع اینجوری خطاب میکنن، فعالیت حمل و نقل عمومی خیلی خوبه، حتی رایگانه توی CBD. اما برای باقی شهر بیتاروف بگم نسبت به شهرهای بزرگ کمتره، یعنی فاصله زمانی که در واقع ما میبینیم این قطارها میان و میرن، یا قطار که نه، در واقع اتوبوس بهشون میگن، نمیدونم، من خیلی استفاده نکردم راستشو بفهمم، اما اول رفتم سراغ ماشین از سر تنبلی، تهران برادرتمون کرده، ولی میبینم که با فاصله در واقع طولانی تری میان. و در مورد خونه هم میخواستم بگم، برای خونه دومم من تجربه خیلی خوبی داشتم از اینکه از سایت فلات میتس استفاده کردم. اولا من
خیلی تشکر میکنم از دوستایی که اینجا کم هم نیستن، واقعا آدمای جدیدی که میان حمایت میکنن. من دیدم بچهای در واقع کامیونیتی ایرانی ها میگن ما بیایم دنبالت. من دوستی که در واقع من پیشش بودم مدت همون اومد فرودگاه دنبالم، به هم سعی کرد توضیح بده، نشونم بده، حتی میگم مثلا یه هفته دو هفته موندن یه شدی قراردادی که 2 ماهه باشه، که خب خیلی کمک کننده بود برای اول. اما من خونه دوممو از در واقع اپلیکیشن فلت میتس دنبالش گشتم، به خاطر اینکه خب من خونه نمیخواستم بگیرم، چون میدونستم هنوز به من خونه به راحتی نمیدن، به خاطر اینکه من ریفرنس نداشتم، فیش حقوقی نداشتم که ارائه بدم، سیتیزنم که خب نبودم. بنابراین من از فلت میتس استفاده کردم. انقدر من توی ایران این فلت میتس رو بالا پایین کرده بودم، برای آدم های مختلف مسیج فرستاده بودم برای اینکه آشنا بشم، سرک بکشم. با وی پی ان هم با میرفتم دیگه. این اپلیکیشنش منو بند کرد، اکانتم رو بست و من خیلی پیگیر بودم، اکانتم رو بست و گفتش که به نظر میرسه که شما دارین از لوکیشن های مختلفی وارد میشین که یه ذره معقول نیستش، و اگه اکسپلینیشنی داریم بدین. که من براشون پیام نوشتم سفت و سخت که من از ایران دارم در واقع از سایتتون استفاده میکنم، چقدرم خوب و کاربردیه و واقعا هست، و من وی پی ان دارم استفاده میکنم، بنابراین هر بار یه آی پی میده و دلیلش اینه. خیلی هم اصلا کمتر از 24 ساعت اکانتم رو باز کردم دوباره، و من خیلی راحت تونستم هم خونه پیدا کنم برای خونه بعدیم، که این خیلی خیلی کمک کننده است. آپشن خونه های اشتراکی و اتاقی که بتونیم از یه خونه در واقع اجاره کنیم، یا حالا فلت و هر چیزی، یا اصلا دنبال فقط یه فرد هم خونه میگردیم، این اپلیکیشن خیلی کمک میکنه واقعا. چیز دیگه ای نوشتم، بذاریم ببینم. نه چیز دیگه ای ننوشتم. آها چرا، برای زبان فقط یه چیزی رو نوشتم. دوستای خودم اونایی که دارن اقدام میکنن برای در واقع استرالیا، همه اینجوری هن که خب ما الان بشینیم زبانمونو بخونیم، به نظرم اول زبانه. چیزی که من بهشون میگم اینه که اتفاقا اول زبان نیست، اول اینه که تصمیم بگیریم این پروسه رو شروع بکنیم، به خاطر اینکه ما از وقتی که حالا قراردادمون رو می‌نویسیم شروع می‌کنیم به جمع کردن مدارک و ترجمه‌شون، و اولا جمع کردنش خودش کلی طول می‌کشه و نرم یه راست سراغ ترجمه، جمع کردن بله. مدارک و اصلاح کردنشون و ترجمه کردنشون و فرستادنشون برای اساس خودش کلی زمان میبره، و ما وقت زبان خوندن اون موقع پیدا میکنیم. بعد اون انتظاری که ما داریم تا اومدن اساس، خودش یه زمانیه برای زبان خوندن دوباره. خیلی از رشته‌ها همون، خیلی از رشته‌ها مثل رشته خودم همون اول اصلا زبان نمیخوان، بنابراین برای اساس نیاز به زبان نداریم. حالا بعضیا میخوان، آره متفاوته. بنابراین اگه این پروسه زبان خیلی طولانی بشه، من 6 ماه 8 ماه 10 ماه 1 سال زبان بخونم بعد برم امتحان بدم، این خیلی موثر نیست. یعنی مثل یه پروسه‌ایه که باید بیافتیم توش، بدویم یه دوره فشرده انجام بدیم و بریم امتحان بدیم. این بهترین حالته، چون وقتی طولانی میشه کسالت آور میشه. من فقط اینو میخواستم اینجا اضافه کنم. خیلی ممنونم از توضیحاتتون، کاملا درست میفرمایید. حالا یک بخشی از مشاغل توی مرحله اسسمنت خب نیازی به در واقع نمره زبان آیلتس 6 رو دارن، اون که خب بحثش جداست، ولی افرادی که اسسمنتشون نیاز به نمره زبان نداره و فقط باید مدارک رو جمع آوری بکنن، اولا اینکه وقتی که شما یک پروسه‌ای رو استارت میزنید با تیم ما، پیگیری هایی که از سمت ما میشه برای همون موضوع جمع‌آوری مدارک در مرحله اول، خودش یه انگیزه‌ای میشه، چون شما میدونید که اولا هزینه پرداخت کردید، دوما یک تیمی داره زحمت میکشه در کنار شما که این پرونده به نتیجه برسه، و این خودش واقعا یه انگیزه است برای اینکه زبان رو هدفمندتر بخونن. تا قبلش احتمالاً این خوندن زبان خیلی برنامه ریزی شده و مرتب نیست، خیلی ددلاین نداره، چون هنوز پروسه ای استارت نخورده. ولی وقتی که شروع میکنن، بعد از اینکه مدارک کاری و تحصیلی رو جمع‌آوری کردن و تحویل دادن،
دیگه بعد از اون عملا کار خاصی ما باهاشون نداریم و یه دقیقا. فرصت خیلی خوبیه که بتونن زبان بخونن و باز بعد از اینکه حتی نمره زبانشون رو دادن و دعوتنامه‌شون هم حتی گرفتن تا روز ویزا، جدا از اینکه میتونن یه سری مهارت‌ها رو برن آموزش ببینن، باز میتونن برگردن سر موضوع که خب گرفتن نمره پی تی و آیلتس، گرفتن اون امتیازه یه بحث، به قول شما لهجه در واقع اوزی ها یه بحث دیگه است که باید یه مقدار حالا پادکست گوش بکنن، اخبار گوش بکنن، لیسنینگشون قوی تر بشه که راحت تر. طبیعتا میدونم خیلی این فیدبک رو ما از همه کلاینت هامون میگیریم که بعد از یه مدتی واقعا گوش عادت میکنه، ضمن اینکه خب در ابتدا خیلی هم مردم تلاش میکنن که آرومتر صحبت بکنن، شما هر چند بار که بخواید براتون یه جمله رو تکرار میکنن که شما کاملا متوجه بشید منظورشون چیه، ولی به هر حال از این بازه حتی از دعوتنامه تا ویزا هم میتونن واقعا برای تقویت زبان استفاده بکنن که دقیقاً. خیلی از دغدغه ها و مشکلاتشون رو در ابتدای ورود به استرالیا حل میکنه. کاملا درست فرمودی. دقیقاً. و نکته دیگه ای هست که بخواین اضافه بکنین، توصیه ای دارید به کلاینت های شرکت ما؟ حقیقتا اگر بخوام در واقع یه چیز بگم اینه که در مورد کشور مقصد، در مورد این پروسه، در مورد راهی که میخواییم توش قدم بذاریم، خودمون هم باید خیلی مطالعه کنیم، خودمون هم باید خیلی بریم جلو و اطلاعات جانبی ازش کسب بکنیم. در واقع شرکت مهاجرتی یه سری چیزایی رو میبینه، مثلا من روز اولی که اومدم اونجا رو یادم میاد که هیچ اطلاعاتی نداشتم، هیچ درکی نداشتم از جایی که میخوام برم و پروسه‌ای که در واقع داره اتفاق میفته. ولی شما و بچه ها و تیم شما چیزایی رو میبینین که خب از چشم من پنهونه و من هر کدوم از اون چیزایی که در واقع ازتون میشنیدم خودم میرفتم دوباره در موردش میخوندم، به خاطر اینکه اینجا بعدم به کار میاد. میبینیم که مثلا میگم من این مدارک رو جمع میکردم تحویل میدادم، بعدم میبینم توی کارم اینا این سختگیری رو اینجام دارن پس، و چقدر خوبه که من راجبش خوندم میدونم. مثلا من داشتم دو برابر چیزی که میدادم، چیزی که باید میدادم مالیات پرداخت میکردم و این خیلی عدد زیادی بود و به خاطر این بود که من اطلاع نداشتم که ویزاهای ما میگه اصلا برای 18,000 تا اول حقوقت در سال مالیات لازم نیست بدی. من اینو نمیدونستم و خب اگه خودم میرفتم مطالعه میکردم در موردش خیلی کمکم میکرد. بنابراین همین تنها چیزی که میخوام بگم اینه که مسیری که داریم میریم در واقع تیم شما دوستان عزیز خیلی تلاش میکنن این پروسه رو تا گرفتن ویزا هموار کنن و ما خودمون باید از این فرصت استفاده کنیم برای اینکه اون زبانه، برای مدارک بعدی، برای آشنا شدن با اپلیکیشن ها و لهجه و همه چی خودمون از همون اول قدم برداریم که زندگیمون اینجا هم راحت بشه، چون ویزا آخرین نقطه در واقع این نیست که بگیم آخش دیگه تموم شد. کاملا درسته. خیلی خیلی ممنونم از این وقتی که به ما دادین. توضیحاتتون بسیار مفید بود. ممنون از اینکه تجربیاتتون رو با ما به اشتراک گذاشتین و ممنون از اینکه دعوت منو پذیرفتین. امیدوارم که در تمامی پروسه حالا زندگیتون در استرالیا، در تمامی مراحل زندگی و کارتون موفق باشین. خیلی ممنونم خانم جزائری عزیز و میخواستم که یک بار دیگه هم ازتون تشکر کنم که توی این دوره کرونا که واقعا دیگه همه امیدمون اومده بود پایین و دیگه بعدش هم با همون امید داشتیم میرفتیم و میگفتیم دیگه دعوتنامه که نمیدن، اگه میخواستم بدن تا الان میدادن. درسته. یه نور امیدی شدین و در واقع از تلاش با این اصلاحی همچنان ادامه دادین. خیلی ممنونم ازتون. خواهش میکنم، انجام وظیفه بوده. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شرف خوبی داشته باشین. تمام همینطور. ممنونم. خدا نگهدار. خدا حافظ.